سلام با برنامه زربنا خوش آمدید. در مورد اهمیت و جایگاه ترانسپورت در رشد اقتصادی کشور و چالش های این سکتور صحبت میکنم با مهمانم آقای نظیر احمد خلیل رئیس ترانسپورت زمینی که از کابل خطسکای با ماست. آقای خلیل سلام با برنامه خوش آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و سلام به بیننده های محترم تلویزیون شما. سلامت باشید. اجازه بدید بس را از اینجا آغاز بکنیم که در شرایط کنونی ترانسپورت افغانستان در رشد اقتصاد کشور چه اهمیت داره؟ خب ترانسپورت در تمام جوامع بشری از اهمیت بسیار کلان برخوردار است. زیربنای اقتصادی تمام جوامع بشری را ترانسپورت تشکیل میده. در کشور ما هم ترانسپورت اساس اقتصاد مملکت است. شما در تمام عرصه های اقتصادی وقتی کار میکنین اساسش ترانسپورت است، برای تعلیم و تربیه، برای زیربناسازی، برای تمام ادارات و برای تمام کتگوری هایی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای پیشرفت و گسترشش ما و شما تلاش میکنیم، ترانسپورت یک رکن اساسیش است. و در امور اقتصادی مملکت به شما معلوم است که ترانسپورت افغانستان طی سالهای گذشته تا امروز یک عواید کلانی را برای دولت افغانستان سالانه جمع‌آوری میکنه که این عواید در بخش اقتصاد مملکت بسیار زیاد مهمت واقع میشه. بسیار خوب، وضعیت موجود وسایط باربری و مسافربری در افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه ارزیابی میشه و وضعیتش چگونه است؟ خب به شما بهتر معلوم است که تا 20 سال گذشته تا فعلا سکتور خصوصی بالای بخش وسایط باربری و مسافربری در افغانستان سرمایه گذاری انگفتی را کرده و این قابل دید است. این سرمایه گذاری افغانستان از لحاظ داشتن وسایط باربری منظم و خوب و وسایط مسافربری بسیار خوب که اینی میتونم به صراحت بگویم که به کتگوری کشورهای اروپایی همی هکنون در افغانستان ما سکتور ترانسپورت مسافربری داریم و در منطقه همی سکتور مسافربری افغانستان نظیر نداره. اما طور بخش ترانسپورت باربری افغانستان در منطقه دارای اهمیت خود است. همون وسایطی که فعلا افغانستان از او استفاده میکنه برتر و بهتر است از وسایط کشورهای همسایه ما، بخصوص پاکستان و بخصوص ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و همچنان معلوماتی که من دارم از وسایطی که در جمهوری اسلامی ایران هم کار میکنه وسایط مسافربری و باربری افغانستان برتر و بهتر و خوبتر هستند. بسیار خوب، ولی در این اواخر وزارت ترانسپورت رفت آمد وسایط افغانستان را از کابل به پشاور و از کندهار تا کویت اعلام کرده. ارزیابی شما چی است؟ خوشبین هستید؟ خب ما این کار وزارت ترانسپورت یک اقدام نیک میدانم. به شما معلوم است که مردم افغانستان به اساس ضرورت هایی که وجود داره، اکثریت مردم ما نسبت تکلیف مریضی، اکثریت مردم ما نسبت موجودیت خانواده هایشان در او طرف و اکثریت مردم ما روی مسائل تجارتی به پاکستان رفت و آمد دارن. به این منظور مردم در چند مرحله و در چند واسطه رفت و آمد میکردن که خودش برای مردم افغانستان و برای کسایی که از او سو میامدن به افغانستان یک مشکل بود. وزارت ترانسپورت اگر بتانه این پروسه را عملی بکنه و اینمی قرارداد عقد بکنه که وسایط مسافربری افغانستان تا خاک پاکستان و از پاکستان تا خاک افغانستان به صورت متواتر رفت آمد بکنن، واقعا یک کار بزرگ، یک کار کلان عملی ساختن که مشکل مردم ما را حل می‌سازد. و من خوشبین هستم که این پروسه انشاءالله تکمیل میشه و عملی میشه. درست. من میخوام یک مورد دیگرم پرسان بکنم که در این هفت ماه وضعیت ترانسپورت چگونه بوده؟ خوب بوده یا نه؟ یقینا برای شما معلوم است که ترانسپورت افغانستان کمبودی ها و مشکلات و چالش ها و نواقصات بسیار زیاد داره. این چالش ها و این مشکلات و این نواقصات از هفت ماه نیست. 20 سال گذشته سکتور ترانسپورت افغانستان که باید برش توجه می شد هیچ نوع توجه صورت نگرفت. ترانسپورت افغانستان از لحاظ نداشتن زیربناهای اساسی
که باید داشته باشه یکی از سفرترین ترانسپورت ها در سطح منطقه است. متاسفانه بالای از این کار صورت نگرفته. هفت ماه اخیر اقدامات بهتری که شده که آدم از او چشم پوشی نکنه، ایجاد اتاق ترانسپورت است که کار عملا بالایش جریان داره و من مطمئن هستم که در روزهای نزدیک اتاق ترانسپورت منظور شده و این عملا وزارت تجارت افغانستان و وزارت ترانسپورت بالای از این کار مشترک دارند تا این پروسه عملی شود. کار دوم دیگه کار بسیار خوب و بی‌نظیر است که همین مرحله رفت و آمد وسایط افغانستان و پاکستان از کابل به پشاور، از پشاور به کابل و از قندهار به کویته و کویته به قندهار، خودی هم یک پروسه بسیار خوب و یک پروسه بسیار عملی است که مشکلات مردم ما را واقعا کم می‌سازد. همین کارهایی هم که در سطح وزارت ترانسپورت صورت گرفته فکر میکنم در مدت هفت ماه کار خوبی است که صورت گرفته، کارهایی که در طی مدت گذشته نشده بود. آدم اگر واقع بینانه ای را بررسی بکنه، از دید ما که ما ترانسپورت افغانستان هم شناسم، مشکلات و چالش ها و چگونگی وضعیتش آگاهی کامل دارم، یک کار خوب یک کار مناسب است که قابل ستایش است. درست، ما در آغاز برنامه هم صحبت کردیم که اهمیت و جایگاه ترانسپورت در رشد اقتصاد کشور بسیار برجسته است و حائز اهمیت است، ولی من میخوام بدانم که در 20 سال که گذشت، شما گفتین این چالش ها تازه نیست، چالش هایی که در 20 سال گذشته بوده، ما میخوام بدانم که فرصت ها چی بود در همین 20 سال که این فرصت ها به دست نامد و از دست رفت. اگر روی فرصت ها کار میشد، ما امروز شاهد این چالش ها نبودیم. روی همین فرصت هایی که از دست رفته اگر صحبت بکنیم در 20 سالی که گذشت. خب 20 سال گذشته به شما معلوم است که 40 کشور دنیا در افغانستان بود. دنیای از پول و سرمایه و ثروت در افغانستان سرازیر شد. ما می توانستیم از او پولایی که سرازیر شده بود برای مملکت ما، برای ترانسپورت افغانستان زیربنا بسازیم، ترمینال های معیاری بسازیم، در چهار اطراف شهر کابل ترمینال بسازیم که در اونجا وسایط باربری، مسافربری، وسایط خرد ریزه باشه، شهر تراکمش کم بسازیم، تراکم ترافیکی را در شهر، ترانسپورت شهری را فعال بسازیم که مردم ما مشکل نداشته باشه، همونطور زیربناهای دیگر را بتانیم در مسیر شهرها برای عرضه خدمات بسازیم، سرکای خود معیاری بسازیم. همچنان ما میتونستیم که برای تی آی آر که افغانستان عملا عضویتی را داره، ای را ایجاد میکردیم، تیر پارکار ایجاد میکردیم، خطای تیر در گمرکات خود ایجاد میکردیم و عملا با تیر وصل میشدیم و برای تجار خود سهولت میآوردیم، برای وضعیت بزنس و صادرات خود سهولت میآوردیم. این همی چالش هایی بود که در 20 سال گذشته، ظرفیت هایی بود که در 20 سال گذشته باید مدیریت میشد، سرمایه گذاری میشد، پول موجود بود، امکانات موجود بود. خود وزارت ترانسپورت سالانه میلیاردها افغانی عواید داشت، متاسفانه نشد و دیگه حال چیزی است که اگر بگویم که در این شرایط فعلی این چیزا امکانات پذیر است، ما باور ندارم به خاطر از اینکه زیربناسازی برای ترانسپورت افغانستان به یک سرمایه بسیار گزاف کار داره که تا 10 سال 20 سال آینده من فکر نمیکنم که تمام این مشکلات حل شود. میایم روی کارهایی که باید برای بهبود وضعیت ترانسپورت افغانستان صورت بگیره، روی این موارد میایم، ولی من اجازه بدید من میخوام چالش ها را برجسته تر بسازم. این چالش ها چی است؟ بیایم اگر موارد وار صحبت بکنیم در شرایط فعلی که ما شاهد یک تحول بسیار کلان بودیم و چالش هایی که در 20 سال گذشته حل نشد و در حال ما شاهد چالش های کلان هستیم در بحث ترانسپورت و در کنار از ترانسپورت افغانستان که جایگاه ویژه داره، ما مثلا وسایط باربری داریم، مسافربری داریم، بیایم چالش ها را برشماریم. چالش ها چی است؟ چالش های برجسته پنج مورد که تانسته حداقل کمر ترانسپورت را خم بسازه و وضعیت شاید دیگرگون بسازه چی است؟ پنج مورد بسیار برجسته. خب شما بهتر میفهمین که برای ترانسپورت معیاری و برای بهبود وضعیت ترانسپورت عملا ضرورت است تا ما امکانات داشته باشیم، زیربنا داشته باشیم تا ترانسپورت بتوان از او استفاده بکنه. ترانسپورت افغانستان فاقد زیربناست، یکی از اساسی ترین بخشی که فعلا ترانسپورت افغانستان در یک حالت پراگندگی و سردرگمی قرار داره. نبود ترمینال های معیاری
در ولایات درجه اول و در چهار اطراف کابل که از این ترانسپورت رنج میبره و یکی از عوامل بسیار چالش برانگیز همی است. در حکومت وقت بالای از این کار صورت گرفته بود، اما متاسفانه کارشکنی هایی که صورت گرفت و زمینی هم که برازی بود تثبیت نشد. حرف دومی است که شارهای افغانستان خیلی خراب هستند و این شارها وسایطی را که مردم بالای از او سرمایه گذاری کرده، وسایطی که باید 5 سال 6 سال از او استفاده صورت بگیره، این وسایط در یک مدت بسیار کوتاه به اثر عوارض تکنیکی سرکا از بین میره. خود از این یک چالش است که برای سرمایه گذار وسایط مسافربری و باربری و انواع از او یک ضرر کلان به سکتور ترانسپورت وارد می‌سازد. سومی است که در این مدت که ما و شما می‌بینیم در 20 سال نشد که شاپای تکنیکی ترانسپورت برای چک و کنترل وسایط تکنیکی به وجود بیاید. اکثر وسایط تکنیکی افغانستان از سیستم نبود چک تکنیکی رنج میبرند و همی حادثاتی که صورت میگیره و همی وضعیتی که جریان داره از نبود شاپای تکنیکی است که باید سالانه وسایط تناج بلند و وسایط مسافربری چک و کنترل شوند که آیا اینا توانمندی رفت و آمد در شارها را دارن یا ندارن. این سوم بخش بود. بخش چهارم است که در گذشته ها ما چیزی به نام لوی الارا ترافیک یا پلیس لوی الارا داشتیم که اینا همی بخش ترانسپورت ها را در مسیر شارها کنترل میکردن. کنترل در شارها باعث میشه که از تیزرانی و از تخلف جلوگیری بکنه و مسیر بهتر و خوبتر ترانسپورت به پیمای شارها را. متاسفانه حوادث ترافیکی را که ما شما تا سالهای متمادی دیدیم همگیش ناشی از این بود که ما نتانسته بودیم در این مسائل عملا کار بکنیم. چالش پنجم است که دولت توجه نکرده بود بالای سکتور ترانسپورت. سکتور ترانسپورت همیشه به عنوان یک اداره تکنیکی و یک اداره مسلکی فکر نکرده بود. در طی 20 سال گذشته سکتور ترانسپورت به بخشای سیاسی به منظور اهداف سیاسی داده شده بود، چون یک بخش عایداتی مملکت بود به خاطر از اینکه بتانند امو بخشای از سیاست سیاسیون مملکت آرام بسازند. این همیشه ما در گذشته هم گفته بودم، در دولت وقت هم گفته بودم، همین وزارت به باج می بدادند. هیچ وقت نشد که وزارت ترانسپورت به عنوان یک وزارت تکنیکی، به عنوان یک وزارت مسلکی برای کسایی داده شود که اونا همی چالش ها و همی مشکلات برجسته بسازن و برای بیبود ترانسپورت افغانستان کار عملی انجام بدن. بسیار خب، بیایم روی فرصت ها صحبت بکنیم، ولی پیش از او یک وقفه داریم. آقای خلیل، ادامه زربنا پس از یک میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه زربنا خوش آمدین. آقای خلیل، چی از فرصت ها در شرایط فعلی؟ خب فرصت های بسیار زیادی در ترانسپورت از موقعیتی که کشور ما داره در بین آسیای مرکزی و بین جنوب آسیا واقع استیم. واقعا جیوپولیتیک افغانستان قابل اهمیت بسیار زیاد است که جنوب آسیا را به آسیای مرکزی وصل می سازه و آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل می سازه. افغانستان مسیر ترانسپورتش بر کشورهای آسیای میانه که مهاد به خشکه هستند از اهمیت کاملا اساسی برخوردار است و همونطور برای کشورهای جنوب آسیا به اهمیتش که اساسی برخوردار است که از این مسیر با آسیای مرکزی وصل شوند. من فکر می کنم که اگر ما کار کنیم که ترانسپورت افغانستان اتصال منطقوی شه، ظرفیت بلند ببریم، بین کشورهای همسایه رفت و آمد ترانسپورت دو جانبه بسازیم، بین تمام کشورهای همسایه خود به شمول پاکستان. حال شما میبینین کشور همسایه و پاکستان از ظرفیت ترانسپورتی افغانستان، از ترانزیت افغانستان استفاده میکنه، ولی متاسفانه برای وسایط باربری افغانستان اجازه حرکت در مسیر بنادر خودش نمیده که ما بتانیم کار بکنیم. این خودش یک چالش است. اما طور کشورهای دیگه همسایه ما از مسیر ترانزیت افغانستان استفاده میکنن، ولی وسایط افغانستان اجازه استفاده از ترانزیت چه نمیتن. بنان ما امیدوار هستم که کار صورت بگیره که اینمی موضوع به جانبه شود.
پیش روی چیزهای دیگه که وجود بله ادامه بتین آقای خیلی چیزی که ما میخوایم بالای از او زیادتر تاکید بکنم موضوع سرمایه گذاری بالای سکتورهای زیربنایی ترانسپورت است که وزارت ترانسپورت باید متشبسین خصوصی را بر سرمایه گذاری بالای زیربناسازی ترانسپورت مثل تیرپارک ها مثل ترمینال های معیاری و مثل امورات دیگه که برای ترانسپورت ضرورت است برای پارکینگ های شهری سکتور خصوصی را عملا شریک بسازد تا اینمی چیزها را به سرمایه سکتور خصوصی ساختمان شود و حداقل از مشکلاتی که هست جلوگیری شود و اینمی ها یک فرصت است و فرصت دیگه که وجود داره ظرفیت های ترانسپورتی در افغانستان بهتر از خوبتر است این ظرفیت ها را به کار بندازن اما طوری که بین پاکستان و بین افغانستان قرارداد رفت آمد وسایط مسافربری صورت گرفت این انکشاف بتن بین ایرانی انکشاف بتن بین دیگه کشورهایی که از مسیر ما استفاده میکنن اینمی فرصت هایی هست که باید از اونها استفاده شود درست ولی مواردی که اخیراً شما را خوشبین ساخته نسبت به آینده ترانسپورت چی است که مثلا اگر مسئولین گام برداشته و شما خوشبین شدین آیا بوده چنین یک موارد یا نه خب مواردش خب ما هم پیشتر به شما گفتم که کشور ما در یک منطقه واقع است که از لحاظ اهمیت استراتژیک خود همه ضرورت دارن که از مسیر ما بگذارن خود اینمی امیدوار کننده است بعضی مسائل سیاسی یعنی منطقه کشورهای همسایه نیاز داره تا از خاک افغانستان استفاده بکنه در بخش تجارت و شما میگین که باید برنامه ها وجود داشته باشه سوی مسئولین بله در این جغرافیایی که ما واقع شدیم من پیشتر هم عرض کردم اینمی کشورهای همسایه ما ضرورت دارن و ما هم ضرورت داریم که باید متقابلا استفاده بکنیم از همین ظرفیت هم در مسائل ترانسپورت زمینی هم در مسائل خط آهن هم در مسائل ترانسپورت هوایی و هم در ترانسپورت آبی که ما قطعه کشور جمهوری اسلامی ایران چابهار و هم باید ما با پاکستان صحبت بکنیم که اونا از مسیر ما استفاده ترانزیتی با آسیای مرکزی میکنن بنان اونا هم اجازه بدن که ما به وصل شویم به بنادر پاکستان از طریق آبی و اینا قراردادها و چیزایی هست که دولت فعلی افغانستان بالای از او باید عملا تاکید بکنه و صحبت بکنه و از این فرصت ها تاجر افغانستان و ترانسپورتر افغانستان استفاده بکنه درست ولی آیا برنامه را روی میز مسئولین شما میبینید؟ یقینا برنامه ها روی میز وجود باید داشته باشه که دارم و باور دارم داره اما بعضی مسائلی که وجود داره از لحاظ مشکلات سیاسی من باور دارم که با حل چالش هایی مشکلات هم حل میشه و ما عملا دارنده خط تیر هستیم که میتونیم به 74 کشور دنیا عملا رفت آمد بکنیم ما در این قسمت هم باید اینمی فرصت ها را از دست ندیم و عملا بالای ایجاد تیر پارک ها در افغانستان کار بکنه وزارت ترانسپورت که من امیدوار هستم کارشم ادامه داره و کار میکنن بالای پروسه اینمی ها فرصت ها است که برای ترانسپورت افغانستان یک دستاورد بسیار کلان است وقتی ما بتانیم عملا از امو فرصت خط تیر استفاده بکنیم دیگه اموال تاجر افغانستان که صادر میشه به کشورهای بیرونی مثلا جلغوزه را دیگه ما ضرورت نداریم که در طیاره انتقال بدیم مثلا ما انار قندار را دیگه ضرورت نداریم به طیاره انتقال بدیم و همه تو قالین افغانستان همه تو صنعت افغانستان بنان اینمی چیزایی است اینمی فرصتایی است که باید روی از او کار صورت بگیره و عملا از او استفاده شود درست ولی من مشخصا میخواستم آقای خلیل در مورد از این که در کوتاه مدت مسئولین چه کرده میتونه شما بحث کشورهای منطقه را اشاره کردین که نیاز به یک برنامه طولانی مدت داره ولی در کوتاه مدت که حداقل بحث ترانسپورت ما برجسته تر شوه چالش هاش کماکان برطرف شوه و حداقل بتونه که جایگاه خودش را حفظ بکنه چی کرده میتونه در شرایط فعلی چیزی که صورت گرفته فعلا اینمی قراردادهایی است که بین افغانستان و بین پاکستان صورت گرفته خود اینمی یک کار خوب است و در داخل ما فکر میکنم توجه بیشتر سر
سر گسترش ترانسپورت شهری و بهبود وضعیت ترانسپورت شهری یک توجه خاص بکنن که ترانسپورت شهری عامه ما در یک حالت بسیار خراب قرار داره و مردم ما ضرورت بسیار عاجل دارن که از این برنامه استفاده بکنن و چالش های امکانات دیگه که ما به دسترس داشته باشیم از او استفاده بکنیم در شرایط فعلی بسیار است. شما میتونین ظرفیت های موجود مثلا شرکت الحسیب 200-300 را در واسطه را قبلا آورده و فعلا توقف است، میشه که وزارت ترانسپورت افغانستان با اونا یک معاهده را امضا بکنه، لینای شهری را برشان بده و اگر کمک ضرورت دارن از لحاظ مالیاتی برشان یک معافیت بگیرن. این همی ظرفیت های موجود دفعتا در افغانستان است و از داشته هایی که ما داریم باید استفاده بکنیم تا زمانی که بتانیم به یک جایگاه بهتر، به یک امکانات بهتر برسیم، ظرفیت های موجود باید قابل استفاده باشه. تشکر. تشکر آقای نظیر احمد خلیل، رئیس ترانسپورت زمینی که از کابل روی خطش با ما بودن. سپاسگزارم. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. ممنون. سلامت. سپاسگزار که بیننده برنامه زیربنا بودید. وقت با شما خوش. خداوند نگهدارتان.